رسانه‌های ایران از بیانیه نویسی، حمله و شکایت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هم در روزهای اخیر خبر دادند. باشگاه استقلال نسبت به آنچه صحبت‌های توهین‌آمیز یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس می‌دانست، به کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد. باشگاه پرسپولیس نیز در بیانیه‌ای استدلال‌های به کار رفته در بیانیه و اعتراض باشگاه استقلال را لطیفه و گل‌واژه خواند. هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی 42 سال گذشته توسط دولت‌ها و حاکمیت اداره می‌شوند و طی سال‌های اخیر هر یک دیگری را متهم به حکومتی بودن می‌کنند. هواداران دو باشگاه نیز همسو با کلام مربیان و مدیرانی که از سوی یک وزارتخانه به سمت‌های خود رسیدند، در فضای مجازی و زندگی حقیقی روبروی هم می‌ایستند. سال 1324 تیمسار پرویز خسروانی با درهم آمیختن دو باشگاه دوچرخه سواران و نادر باشگاهی را تأسیس کرد که نامش را تاج گذاشت. باشگاه پرسپولیس در سال 1342 توسط مرحوم علی عبدو در محله اوین و شمیرانات بنا شد. سال 1346 و با انحلال دستوری باشگاه شاهین که از توی سازمان ورزش و تفریحات ایران مورد غضب قرار گرفته بود، تمام ستاره‌های این تیم به پرسپولیس آمدند و هویت پرسپولیس به صورت واقعی شکل گرفت. سپهبد خسروانی از خانواده فرهیخته می آمد. خودش دانش آموخته دانشکده افسری و از نزدیکان فکری به امیرعباس هویدا، نخست وزیر حکومت پهلوی و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. برادرش شهاب‌الدین خسروانی از نمایندگان مجلس شورای ملی و از همفکران محمد مصدق محسوب می‌شد. پرویز خسروانی تاج را بر پایه باورها و آموخته‌هایش برگرفته از نظم و اخلاق بنا کرد. علی عبدو اما برای پرسپولیس و بازیکنانی که وارد این مجموعه می‌شدند، شعاری برگرفته از سه اصل داشت که تبدیل به قانون لازم الاجرا برای بقا در پرسپولیس بود: اخلاق، درس، ورزش. انقلاب که شد، هر دو باشگاه در مصادره حاکمیت درآمد. تاج را سازمان وقت تربیت بدنی گرفت و پرسپولیس را در ابتدا بنیاد مستضعفان مصادره کرد. تاج را استقلال نامگذاری کردند و همزمان ایراد اتهامات به مالک اصلی و بنیانگذارش آغاز شد. اتهاماتی که هیچ یک تا به امروز ثابت نشده است. پرسپولیس قرار بود به ترتیب شهید چمران، آزادی و جمهوری نامیده شود، اما بعد تبدیل شد به پیروزی و از سال 1391 نامش دوباره به پرسپولیس تغییر کرد. هر دو باشگاه از سال 1365 تا کنون به صورت مستقیم و مشترک زیر نظر سازمان وقت تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان کنونی اداره می شوند. جیب‌های پر از سهم از یک حکومت، اما جنجال و حاشیه برای مردم. سیاست‌گذاری برای هر دو باشگاه از سوی نماینده دولت صورت می‌گیرد و هر یک به کرات از خدمات دولتی بهره‌مند شدند. پس از دربی برگشت میان استقلال و پرسپولیس، فرهاد مجیدی سرمربی استقلال به دلیل استوری محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی که از پیروزی تیم پرسپولیس حمایت کرده بود، او را بی‌شعور نامید. همون آقای جهرمی هم جهرمی هست. بله، آذری جهرمی وزیر ارتباطات. واقعا باعث تأسفه که یه وزیر مملکت، البته وجود همین وزیر هست که مملکت به این روز افتاده، که اینقدر شعور ندارن که بدونن که یه قشری از هوادارای استقلال جوانایی هستن که با برد و باخت استقلال یه هفته خوشحالن یه هفته ناراحتن و این موقع میان توی این وضعیت میان این صحبت ها رو میکنن. امیدوارم که ایشون هم که بالاخره وزیر یه مملکت هستن، سطح شعورش هم در سطح وزیر باشه. کمتر از یک سال قبل، یعنی 15 مهر 1399، روزنامه اعتماد از کمک 10 میلیارد تومانی محمد جواد آذری جهرمی به باشگاه استقلال خبر داد. 20 خرداد 1398، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی دستور ویژه برای پرداخت مطالبات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی شرکت‌های مخابراتی را داده بود. اردیبهشت سال جاری در اوج فریادهای مدیران و بازیکنان پرسپولیس مبنی بر تکشیدن بودجه، برخی از رسانه‌های ایران از پرداخت 30 میلیارد تومانی شرکت همراه اول به عنوان یکی از اسپانسرهای پرسپولیس به این باشگاه خبر دادند. وزارت ورزش و جوانان با وجود مخالفت و مقاومت رسانه‌ها و هواداران پرسپولیس، سال 1399 باشگاه پرسپولیس را با قراردادی همانند ترکمنچای به یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی شرکت آتیه داده پرداز سپرد. اردیبهشت 1399 مشخص شد که وزارت ورزش و جوانان تمامی حق و حقوق مادی و معنوی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجازی و درآمدهای حقیقی این باشگاه را به شرکت آتیه داده پرداز
دست سپرده است. مدیران و مربیان پرسپولیس اما تاکنون کمترین اعتراضی نسبت به قراردادی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به این باشگاه تحمیل شد نکردند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری پس از بازی با آلومینیوم عراق همتای خود در استقلال یعنی فرهاد مجیدی را به هوچیگری متهم کرد. او گفته بود بازیکنان استقلال 3 برابر بازیکنان پرسپولیس قرارداد بستند. هوچیگری فقط اعتراض نیست. هوچیگری اینی که شما مدیر عامل تیم حریف بیاد روزی دوتا مصاحبه کنه و جایگاه از دست رفته خودش رو بخواد با بی احترامی به تیم ما به دست بیاره. این هوچیگریه. این هوچیگریه که 2 هفته 3 هفته مونده به بازی دربی متاسفانه میان راجع به داوری بخون فشار بذارن، راجع به تیم ما صحبت میکنن و خب شرایطی که امسال براشون بود واقعا شرایط خیلی خوبی بود از لحاظ مالی، خصوصا 98 میلیارد اسپانسر بهشون داده، 56 میلیارد هم که متمولایی که تو هیئت مدیرشون هستش گرفتن، 160 میلیارد امسال پول گرفتن به غیر از حالا هزینه های دیگه و درآمدهای دیگه. خب بیشترین شاید هزینه رو این تیم کرده ولی همیشه رو ما فشار برای ما سخت قرارداد تعیین میکنن. شما برید قراردادهای دوتا تیم رو منتشر کنید. چرا تا اسم انتشار قرارداد میشه همشون پا پس میکشن؟ دلیلش رو میدونید چیه؟ به خاطر اینکه قراردادشون 3 برابر قراردادهای ماست. دلیلش اینه. ولی هیچ وقت هم نمیان رسانه‌ای کنن. هیچ وقت. مطمئن باشید. و این هوچیگریه. این به خاطر اینکه زیر فشار هوادارهای خودشون هستن میان راجع به تیم ما صحبت میکنن و واقعا جای تأسف داره. به جای اینکه تمرکزشون رو تیم خودشون باشه همش تمرکزشون رو تیم ماست. این واقعا عجیبه و تو فوتبال ما خیلی کم دیده میشه ولی هستش. متاسفانه از طرف تیم رقیب این اتفاقات افتاده. باشگاه استقلال ضمن شکایت از یحیی گل محمدی به فدراسیون فوتبال سرمربی پرسپولیس را متهم به ارتباط با 2 دلال کرد. باشگاه استقلال از نام‌های مخفف آقای میم و آقای گاف برای این 2 دلال استفاده کرده بود. مقصود و منظور باشگاه استقلال حمید محسنی و غلام گنجی 2 دلال سابقه دار فوتبال ایران هستند. 2 دلالی که پیش از این هم به واسطه فساد مالی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده بودند. باشگاه پرسپولیس در پاسخ به بیانیه تیم رقیب نوشته است انتشار رقم قراردادها نیازمند منبع و مرجع نیست. سرتان را از برف بیرون بیاورید و به جای پنهانکاری و استفاده از ادبیاتی دور از منزلت فوتبال ایران شجاعانه اقدام به انتشار قراردادها کنید. برخلاف تمامی دنیا انتشار قرارداد بازیکنان در فوتبال ایران مرسوم نیست. با یک جستجوی ساده میتوان رقم قرارداد بازیکنان تیم‌های لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا، بوندسلیگا یا حتی باشگاه‌های نچندان مطرح نروژ و اتریش را هم پیدا کرد. اما در ایران فقط به دلیل فرار از مالیات قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها نه به صورت شفاف منعقد می‌شود و نه اعلام. با این حال اردیبهشت ماه سال جاری سایت معتبر ترانسفر مارکت که مرجع قیمتگذاری بازیکنان، مربیان و باشگاه‌های فوتبال جهان است، اقدام به انتشار قیمت و ارزش باشگاه‌های راه‌یافته به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا کرد. استقلال تهران با 14 میلیون و 980 هزار یورو معادل حدود 450 میلیارد تومان در رده 4 این جدول قرار داشت و پرسپولیس تهران با ارزش تقریبی 12 میلیون و 50 هزار یورو در رده 5 این جدول قرار داشت، رقمی حدود 361 میلیارد تومان. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در مصاحبه‌های اخیر خود بازیکنانش را گروهی از فداکاران معرفی می‌کرد که با کمترین دستمزد در لیگ و آسیا مبارزه کردند. آنچه می‌بینیم دعوایی است برای لاپوشونی آنچه در وزارت ورزش و جوانان به عنوان فساد سیستماتیک در جریان است. از پرچوی مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان برای امید اسدبگی و شرکت نیشکر هفت‌تپه یا فرار کردن وزیر از قرارداد مارک ویلموتس تا فساد معاونین و آقازاده وزیر.